بسم الله الرحمن الرحیم. دار شما دار عزیز، صبح شما به خیر باشه. انشاءالله روز خوبی را آغاز کردید در کنار خانواده و انشاءالله به خوبی به پایان برسید. جلسه گذشته ما ضرب و تقسیم عبارت گویا را گفتیم، چند تا مثال زدیم، حالا تمرین ها و کار در کلاس ها. صفحه 119 کتابتون دقت کنید، اگر حل کرده حالا کنترل کنه. 119 فعالیت هدف خودش نوشی داده، بش ایکس به علاوه سه تقسیم بر ایکس ضرب در ایکس به توان دوی در ایکس به توان دو منهای دو ایکس منهای 19. کسر اول خودش گفتیم توی عبارت های گویا انواع اتحاد ها به تجزیه را خوب باید بلد باشید. ایکس به توان دو یعنی دوبار نوشتن، اینم اتحاد یک جمله مشترک. ببینید دو تا عدد پیدا کنید، حاصل ضربشون 15، حاصل جمعشون منهای دو منهای 5 به علاوه 3. حالا شروع میکنیم ساده کردن. ایکس به علاوه 3 با ایکس به علاوه 3 حذف میشه، ایکس مخرج با ایکس صورت، پس از صورت باقی میاد ایکس، از مخرج ایکس منهای 5. این یکی دونه. یکی دیگه باز دومیش ببینید، ایکس منهای 6 در ایکس به توان 2 منهای 12 ایکس به علاوه 36 ضرب در ایکس به توان 2 منهای 3 ایکس منهای 18 ایکس به توان 2 به علاوه 7 ایکس به علاوه 12. ببینید باز صورت خودش نوشته میشه ایکس منهای 6. پایینش میتونید اتحاد بگیرید، ببینید دو تا پرانتز باز کنید، ایکس دو تا عدد پیدا کنید که حاصل ضربشون 36، حاصل جمعشون 12 میشه منهای 6 و منهای 6. الان 6 6 تا 36 تا منهای 6 تا منهای 6 تا منهای 12 ضرب در. باز صورتم به همین ترتیب دو تا عدد پیدا کنید، حاصل ضربشون میشه 18، حاصل جمعشون منهای 3، پس منهای 6 و به علاوه 3 3 6 تا 18 تا 6 تا 3 تا 4 3 تا. باز پایینی هم به همین ترتیب x x ضربشون بشه 12، جمعشون بشه 7، هر دو تا مثبته، پس هر دو عدد هم مثبت، 4 مثبت و 3 چیشه ها مثبت. حالا شروع بکنه ساده کردن. این نظام x منهای 6 با x منهای 6 حذف میشه، x منهای 6 با x منهای 6، بعد x به علاوه 3 با x به علاوه 3، پس از صورت باقی میاد 1، از مخرج x به علاوه 4. این هم دو تا دونه فعالیت ضرب، بعد دو تا دونه تقسیم گفته. گفتیم این تقسیم معمولی 4 تا x به توان 2 3 تا x y تقسیم بر 8 تا x y به توان 3. گفتیم کسر اول خودش توان 2 یعنی دوبار نوشتن، 3 x y علامت تقسیم میشه ضرب در، کسر دوم معکوسش y به توان 3 یعنی 3 بار نوشتن. ببینید میتونم اینجوری بنویسم y ضرب در y به توان 2 که میشه وای به توان. حالا ببینید این ایکس صورت با ایکس مخرج، ایکس صورت با ایکس مخرج، وای مخرج با یکی از وایهای صورت، 4 به 4 1، 8 به 4 2، پس میشه 2/3 وای به توان 2، 2/3 وای به توان 2. این تقسیم اولی. تقسیم دومی دو تا دونه ضرب دو تا دونه تقسیم، هیچ فرقی نمی کنه. باز ببینید آ به توان 2 منهای 4 آ منهای 5 تقسیم بر آ به توان 2 منهای 4 آ تقسیم بر باز آ به توان 2
به علاوه 3 تا آ به علاوه 2 آی مینا آی 4. باز بدم بالا از آیش که فاکتور بگیرم ببینید میشه آی مینا آی 4. صورتش اتحاد یه جمله مشترک، ضربش میشه منفی 5، جمعش میشه مینای 4. پس آ اینم آ مینای 5 به علاوه ببینید 5 تا منفی 5 تا میشه 4 تا ضرب در معکوسش ببینید باز بالاشم اتحاد یه جمله مشترک، ضربشون میشه 2 مثبت، جمعشون میشه 3 مثبت، 2 مثبت 1 مثبت. حالا شروع میکنه باز ساده کردن. ببینم آی مینهای 4 با آی مینهای 4 هست میشه آی به علاوه 1 با آی به علاوه 1. پس از صورت بمونه آی مینهای 5 مخرج آ پرانتز آی به علاوه 2. این هم فعالیت صفحه 119. میه صفحه 120 همینجوری که فعالیت 4 تا کار در کلاس 2 تا ضرب 2 تا تقسیم. صفحه 120 کتاب آ به توان 2 مینهای آ مینهای 6 آی به علاوه 3 ضرب در آی به علاوه 3 آ به توان 2 مینهای 4. خب باز از صورت اتحادیه جمله مشترک ببینید مخرج خودش آ آ حاصل ضرب بشه 6 منفی، جمعش بشه مینهای 1. مینهای 3 به علاوه 2 دو 3 تا 6 تا منفی 3 تا 2 تا 6 منفی ضرب در بالا خودش پایین اتحاد چیشه آقا مزدوج آی مینهای 2 در آی به علاوه 2. حالا ساده کردن آی به علاوه 3 با آی به علاوه 3 آی به علاوه 2 با آی به علاوه 2 هست میشه. از صورت آی مینهای 3 از مخرج آی مینهای 2. این ضرب اولیش. ضرب دومیش به صفحه 120 آ به توان 2 به آ به توان 2 تقسیم بر آ ضرب در 3 تا آ به مخرج آی به علاوه ب به توان 2. خب اون از آن بالا از آ بیشه که فاکتور بگیرم ببینید میشه آی به علاوه ب بر آ ضرب در 3 تا آ به توان 2. یعنی دوبار نوشتم ببینید آی به علاوه ب در آی به علاوه ب. حالا شروع میکنه ساده کردن ببینید آی صورت با آی مخرج، آی به علاوه بی از صورت با آی به علاوه بی از مخرج هست بشه. چی باقی میاد؟ از مخرج آی به علاوه بی صورت بی ضرب در پس میشه 3 تا آ بی به دوانه 2. این دو تا دونه ضرب دو تا دونه هم آقا تقسیم گفته. پس ببینید کار در کلاس تمرین فعالیت همش مثل همه. پس کنترل کنید که ببینید درست حل کردید یا نکردید. حالا دو تا هم تقسیمش ببینید 4 تا x به توان 2 تقسیم بر 3 x y به توان 8 x 9 تا y به توان. کسر اول خودش ببینید میتونید توان 2 به معنی دوبار نوشتن ببینید وای ضربه در تقسیم ضربه در علامت تقسیم ضربه در کسی دو و مکس وای به توان پنج یعنی پنج بار نوشتن ببینید خواستید پنج بار بنویسید نخواستید یک دو سه چهار پنج نخواستیدم وای به توان شیاقا پنج. حالا ساده کردم ببینید یه ایکس صورت با یکس مخرج این ایکس با ایکس می چهار به چهار یک هشت به چهار دو سه به سه یک سه پس ضریب عددیش میشه 3 دوم. یکی وای صورت و مخرج وای دوم هست میشه چی باقی یک دو سه تا وای
میشه سه تا وای به توان دو مخرجش آقا وای به توان سه مخرج دو آخریش x به توان دو به علاوه سه x به علاوه دو تقسیم بر x به علاوه دو x به علاوه یک x به علاوه پنج باز ببینید کسر اول اتحاد یه جمله مشترک میتونیم کمک بگیریم ببینید x به علاوه دو به علاوه ضربش میشه دوی مثبت جمعی سه یک دو تا دو تا یک و دو سه x به علاوه دو علامت تقسیم ضرب بدن کسر دوم چشی آقا به انکوسش حالا ساده کردن ببینید x به علاوه دو با x به علاوه دو x به علاوه با x به علاوه چی از صورت باقی میاد؟ فقط x به علاوه پنج مخرج هم چیزی نداره این هم آقا کار در کلاس های ضرب و عزیز تقسیم میم فعالیت بعدی که قبلا هم درسش توضیح داده شد جمع و تفریق عبارت های گویا که گفتیم جمع و تفریق عبارت های گویا عزیزان این جمع و تفریق کسر میمونه سه حالت داشت یک هم مخرج باشن دو مخرجا برن بخش پذیر باشن سه مخرجا برن بخش پذیر نباشن ببینید اولیش صفحه 120 فعالیت اول سه ایکس به علاوه هم ایکس به علاوه دو به علاوه ایکس به علاوه دو دو ایکس مینای سه ببینید خودش هم مثال عددی زده مخرج ها مساوی است گفتیم یکی دونه مخرج ها می نویسیم صورت ها را میاریم اون کسر ببینید سه ایکس به علاوه هفت به علاوه دو ایکس مینای سه حالا صورت ساده میشه سه تا ایکس و دو تا ایکس میشه پنج تا ایکس هفت تا سه تاش بردارم میشه چند تا ما چهار تا این قسمت اول هم مخرج باشه دومیش باز ببینید مثل همه یکی دونش که حل کردید بقیهش مثل هم هیچ فرقی نمی کنه باز سه ایکس به علاوه هفت تقسیم بر ایکس به علاوه دو منهای دو ایکس منهای سه ایکس به علاوه دو ببینید مخرجا مساوی است یکی دونه از مخرجا می نویسیم صورت ها اگر جمع جمع اگر تفریق تفریق ببینید صورت اولی خودش صورت دومی چون وسط تفریقه در بین ها قرینه میشه ببینید میشه منفی دو ایکس منفی در منفی مثبت چشا باسه حالا عددا با هم حروفا با هم سه تا دو تا ایکسش بر ایکس هفت تا و سه تا میشه چند تا با ده تا این هم حالت اول که هم مخرج باشد مثال عددی هم خودش برکمون زده سومیش مخرجا برن بخش پذیر باشه نگاه کنیم آ به توان دو منهای 20 تقسیم بر آ به توان دو منهای 4 به علاوه آیه منهای دو آیه به علاوه اینجا اگر دقت کنیم ببین آقا مخرج اگر دقت کنید اعداد مزدوج ببینید آی منهای دو در آی و علاوه دو ببینید الان مخرج اولی بزرگتر از دومه چرا چون تو مخرج دومه آی و علاوه دو که وجود داره تو مخرج اولی هم هست به اضافه آی منهای دو پس این برای چیز آقا بخش پذیره حالا که بخش پذیره بزرگتره حالا میتونید باز شدهش یا باز نشدهش فرقی نمی کنه ببینید خب کل مخرج بر مخرج اولی چیزی دارا فرقی نمی کنه پس صورتش هم فرق نداره به علاوه ببینید کل مخرج بر مخرج دومی آی به علاوه بیش که برداری میشه آی منهای بی پس میشه آی منهای دو در آی منهای دو مثال عددی ببینید مثلا سه دهم منهای دو پنجم ببینید مخرجا برم بخش پذیره گفتیم وقتی بخش پذیره مخرج بزرگی
ده تغییر نکرده و صورت هم تغییر نمیکنه پنج دو برابر شده، صورت هم چشا با دو برابر و بعد حساب کرد. اینجا به همین ترتیبه، حالا ساده شدهش. پس ببینیم پایین خودش آی مینهای دو در آی بعدابه این دو، یا میتونی آب دوان دو مینهای چهار، آب دوان دو مینهای بیست به علاوه. یه بار ضربش ببینید، آ در آ، آ به دوان دو، ببینید منهای دو تا آ، باز منهای دو تا آ به علاوه چهار. حالا باز ببینید آی منهای دو در آی به علاوه دو، حالا این آ به دوان دو، اینم آ به دوان دو، میشه دو تا آ به دوان دو، دو تا آی منفی و دو تا آی منفی میشه منهای چهار تا آ، اینم 20 تا منفی 4 تاش بردارم منفی چیشی آقا 16. میتونم از دویشم فاکتور بگیرم، از دویشم فاکتور بگیرم، ببینید از دویشم فاکتور بگیرم، آ به دوان دو منهای دو تا آ منهای چیشی آقا 8، پایینم آی منهای دو در آی به علاوه دو. بالا باز میتونید از اتحاد یه جمله مشترکم استفاده کنید که جمعشون بشه منفی دو، ضربشون بشه 8. ببینید باز دیگر خواستیم دنبالش بالا دو پرانتز آ، خب ضربشون بشه منفی 8، جمعشون منفی 4 مثبت 2. الان 4 2 تا 8 تا 4 تا 2 تا 4 هم 2. مخرج آی منهای 2 در آی به علاوه 2. حالا میتونم ساده کنم، این آی به علاوه 2 با آی به علاوه 2 حذف میشه، چی باقی میاد از صورت؟ میشه 2 آ منهای 4، منهای 8 رو هم ضرب بکنم، تقسیم بر آی منهای 2. این هم ساده شده چیچه آقا؟ این قسمت، این هم فعالیت. میم صفحه 121 باز کار در کلاس. همینجوری که فعالیت جمع و تفریق و ضرب را گفتیم، کار در کلاس هم مثل فعالیت، مثل تمرین، هیچ فرقی نداره. پس صفحه 121 کتابتون دقت کنید، 4 تا دونه گفته. ببینید x به توان 2 به علاوه ببینید الان اگر پایین از مینها فاکتور بگیرید دو تا مخرجا مثل هم میشه، منفی در مثبت، منفی منفی در منفی مثبت. الان ببینید مخرجا مثل هم، حالا ساده شده، منفی در مثبت، ببینید x به توان 2 منفی y به توان 2 x. ببینید مخرجا مساوی است، یکی دونه از مخرجا بنویسیم صورت آرا میاره رو کسر. این آقا بالا اعتقاد مزدوج بازش بکنیم، x منهای y در x به علاوه y، مخرج هم x منهای y، x منهای y با x منهای y حذف میشه، میشه x به اضافه y. این الفش. بهش دقت کنید، ببینید 6 تقسیم بر 5x منهای 4 تقسیم بر x. ببینید مخرج ها برن بخش پذیرن بزرگیه چیشی آقا؟ 5x، 5x تغییر نکرده پس صورتش هم تغییر نمونه، x شده 5x، 5 برابر شده پس صورت هم 5 برابر، 5 4 تا میشه چند تا آقا؟ میشه 20 تا، حالا 20 تا 4 6 تاش برداره میشه 14 تا، پس منفی 14 تقسیم بر 5x. اینم دو تا، دو تا دیگه باز. پس صفحه 121 فعالیته دوباره، ببینید دو
x به توان دو منایشون ده تقسیم بر x به توان دو منای 4 منهای x به علاوه 4 x به علاوه 2 باز اگر دقت کنیم مخرج آورم بخش پذیرم چرا؟ چون الان اگر مخرج اولی را بازش کنیم مخرج اولی را بازش کنیم بریم x منهای 2 در x چی شود؟ به علاوه 2 که x به علاوه در داخل این هست پس مخرج بزرگتری هم ببینیم حالا باز شدهش یا باز نشده فرقی نمی کنه حالا مخرج اولی تغییری نکرده پس صورت هم تغییری نمی کنه 16 منهای حالا ببینیم مخرج کلی اینه مخرج دو x به علاوه دو x به علاوه دویش که برداریم x منهای دو باقی میاد پس میشه منهای x منهای دو در x به علاوه چهار ببینید حالا این میتونی ضرب کنی یا اتحاده یه جمله مشترک x به توان دو مثبت حاصل جمع غیر مشترک در مشترک چهار تا دو تا شدن دو تا مثبت میشه دو x منهای حاصل ضرب غیر مشترک یا اگر بلند سی ضربش رو انجام بدید فرق نمی کنه خب حالا 2x به توان 2 منهای 16 منهای x به توان 2 منهای 2x به علاوه 8 مخرج x منهای 2 در x به علاوه 2 حالا ساده شدش بینید این دو تا با هم دو تا یکیش بردارم x به توان 2 منهای 2x دوره جا 16 تا 8 تاش بردارم منفی چشی آقا 8 پایینم خودش ببینید x منهای 2 در x به علاوه 2 خب بالا باز میتونیم اتحاد یه جمله مشترک ببینید ببینید x ضربش جمعش منهای 4 به علاوه 2 دو چهار تا هشت تا منفی چهار تا دو تا شورم دو تا پایین هم خودش ببینیم در x به علاوه دو حالا x به علاوه دو با x به علاوه دو حذف میشه از صورت x منهای چهار در x منهای دو این هم آقا فعالیت اول صفحه 121 قسمت پایینش ساده کردن عبارت های مرکب که مثال هم در جلسه گذشته گفتیم به دو جور میتونیم عمل کنیم یکی مخرج را از بین ببریم یا از طریق معمولی مخرج مشترک بگیریم اولیش دقت کنید صفحه 121 فعالیت یک منهای یک x منهای 6 تقسیم بر x به توان دو مخرج یک منهای 4 x به علاوه 3 تقسیم بر x به توان 2 اینا رو بهش میگن عبارت های مرکب میتونیم از حالت کسری خارجش کنیم ببینید بزرگترین مخرج چنده x به توان 2 پس طرفین را در x به توان 2 ضرب میکنیم ببینید طرفین را در x به توان 2 ضرب میکنیم تا مخرجا از بین بره حالا ببینید خط کسری x به توان 2 ضرب در 1 میشه خود x به توان 2 ببینید حالا x به توان 2 ضرب در 1 x رو ببینید میشه x به توان 2 x که میشه چیشه آقا x خالی به علاوه x من آقا که الان صورت و مخرج ساده میشه دوباره ببینید میشه منفی 6 تا x به توان 2 بر x به توان 2 که x به توان 2 هست میشه 6 خالی همین کار را دوره تو مخرج انجام میدیم ببینید میشه x به توان 2 منهای x به توان 2 ضرب در 4 4 تا x به توان تقسیم بر x با توان هست میشه میشه 4 تا x به علاوه ببینید x به توان 2 باز فلش های ضرب میشه ببینید 3x به توان 2 x توان 2 هست میشه
سه خالی. حالا ببینید مخرج از بین رفت. حالا صورت سه جمله ای، مخرج هم سه جمله ای، اتحاد یه جمله مشترک. ببینید ایکس ایکس ضربش میشه شش منفی، جمعش میشه منهای سه مثبت دو. پایین هم به همین ترتیب ببینید ایکس ایکس ضربش میشه سه مثبت، جمعش میشه چیشی آقا؟ چهار منفی. منفی سه منفی یک، یک سه تا سه تا منفی در منفی مثبت، یک و سه چهار. حالا ببینید ایکس منهای سه صورت دو مخرج هست میشه، پس میشه ایکس به علاوه دو مخرج هم ایکس منهای. این یک را از طریق مخرج از بین بردن. راه دوم ببینید، راه دومش، راه دوم به مخرج مشترک بگیریم. این خط کسر اصلی مخرج مشترک بگیریم. ببینید میشه x بزرگ x به دوام دو، پس این سم یا یک شده x به دوام دو، پس x به دوام دو برابر x شده x به دوام در x ضرب شده میرن x به دوام دو شده x به دوام دو، تغییر نکرده. تو مخرج هم به همین ترتیب بزرگترین مخرجش x به دوام دو، مخرج یکش بودن، یک شده x به دوام دو، x به دوام دو برابر x شده x به دوام دو در x ضرب شده. ببینید x به دوام دو شده x به دوام دو، تغییری نکرده. حالا خط کسری اصلی به منزله تقسیمه. ببینید x به دوام دو منهای x منهای علامت تقسیم ضرب در کسر و مکس، یا میتونم بگم آقا دور در دور، نزدیک در نزدیک، فرقی نداره. x به دوام دو x به دوام دو منهای 4 x به علاوه چشی آقا سی. حالا بیام ساده کنم، ببینید این x به دوام دو با x به دوام دو حذف میشه، این هم را بازش کنم، پس ببینید x منهای سه x منهای دو مخرج یک، میرم صورت یک. ببینید x منهای سه x به علاوه یک. خب حالا سادش کنیم، ببینید این x منهای سه با x منهای سه حذف میشه، پس از صورت x منهای دو مخرج x برای ببینید جواب x منهای یک، منها در منها برد. ببینید جواب هیچ فرقی نداره. اینم اولی کار در کلاس پایین صفحه 121 که دو روش حل کرد. خب حالا میایم صفحه بعد دومیش و از راه همین مخرج مشترک گیری اگر آسون دردونه عمل کنیم. خب خب تا من صورتش را بیرسم آقا دو تقسیم بر آ منهای سه آی به علاوه مخرج خب باز الف و بیش که یکیش که عمل کردیم بقیهش مثل همه. خب حالا اینجا ببینید از بالا مخرج مشترک گیری، مخرج ها را دارم ضرب میکنم، آ پرانتز آی به علاوه یک، کل مخرج بر اولی میشه آی به علاوه یک ضرب در دو. ببینید پس یه بار ضربش دو آی به علاوه دو، کل مخرج بر مخرج دوم میشه آ، آ ضربه در سه میشه منهای سه تا آ. حالا ساده بعدی میشه آی به علاوه یک ضربه در سه که ضربش انجام بدن سه آی به علاوه سه. حالا ببینید سه تا دو تاش بردارم منفی آ به علاوه سه، مخرجم آ در آی به علاوه یک. خب حالا
خط کسری به منظره تقسیم بالایی را بر پایین تقسیم میکنه. ببینید آیه در پرانتز آیه و علامه یک علامت تقسیم ضرب در دست دوم که جواب معکوسش ببینید آ پرانتز آیه و علامه یک مخرج مینهای آیه و علامه سه. حالا صورت دومی با صورت اولی هست آم با آ، پس میمونه مینهای آیه و علامه دو پایینم مینهای آیه و علامه سه. میتونید از مینها فاکتور بگیرید، نخواستم تا همینجا کافیه. اینم از این قسمت کار در کلاس. باز دو تا دونه گفته صفحه 122، یکیشا عمل میکنیم چون هر دو تاش مثل همه هیچ فرقی نداره. پس 122 کار در کلاس دو تا دونه، یکی بر حسب ایکس و ایگره گفته، یکی بر حسب چشه آقا این و ام گفته، هیچ فرقی نمی کنه. این مینهای خط کسری این به دوان دو، این مینهای این مخرج یک به علاوه این به دوان دو، مخرج این به دوان دو مینهای این به دوان این فعالیت هیچ فرقی نداره. ببینید مخرج یکیش میدید مخرج مشترک در هم ضرب میشه، یک شده، پس این در این ضرب میشه، این ضرب در میشه این به دوان دو منای این منهای کل مخرج بر این میشه یک، یک ضرب در این به دوان دو ساده شده، این به دوان دو با این به دوان رو حذف میشه، میشه منهای این بر این منهای این صورت. همین کار را عزیزان برای مخرج انجام میدیم. باز ببینیم مخرج یکش میدم، ببینیم کل مخرج بعدی میشه اینه در طرف این مثل بعدا کل مخرج بعدی میشه یک، یکی در بدن این به دوان، این به دوان و این به دوان رو هست میشه، میشه این به دوان دو اینه. خب حالا صورت داریم، مخرج هم داریم، دوتا باید برم تقسیم بشه، پس مینهای ام ام تقسیم بر این به دوان دو، این به دوان دو مینهای این به دوان. حالا ببینید کسر اول خودش علامت تقسیم ضرب در کسر دوم معکوس، این میشه اتحاد مزدوج. بازش میکنم این مینهای این در این به اضافه این. حالا ببینید این مینهای مایی هست میشه، باز دوباره اینجا ببینید توان دو میتونیم به معنی دوباره نوشتنه، یکی اینهای صورت و مطلب هست میشه، پس از صورت میشه مینهای این در پرانتز این و علاوه این مخرجم چشه آقا این مخرجم این. این هم آقا راجع به کار در کلاس 122 که دو تا گفته بود، یکیش هم که اون دومیش هم مثل هم. خب کافی امروز دنباله درس را شروع کنیم، کاربرد حل مسئله به کمک عبارت های گویا، به کمک عبارت های گویا. خب پس اینم تمرین و کار در کلاس فعالیت مقدارش حل شد که عزیزان کنترل کنن ببینن درست حل شده یا نشده. پس تیتر درس ما کاربرد عبارت های گویا، کاربرد عبارت های گویا در هندسه. ببینید مثل که ما تو عبارت های جبر داشتیم اینجا با همین ترتیب، مثلا چند تا سوال، مثلا ببینید یه مثلث یک تقسیم بر سه ایکس، پنج تقسیم بر دو ایکس، دو تقسیم بر ایکس.
آقا میخواد محیط مثلث را به دست بیاریم. خب محیط مثلث چطور به دست بیاریم؟ میگفتیم آقا مجموع سزل، مجموع چیشه آقا؟ سزل، یعنی سزل را باید با هم جمع کنیم. محیط محیط کشه، ببینید محیط میشه مجموع سزل. ببین آقا، خب الان حروف ها که مشترکه ضریبا ضرب میشه، 3 تا 6 تا x. خب 3x شده 6، چند برابر شده؟ 2 برابر، صورت ضربه در بوده. 2 شده 6، 3 برابر، صورت هم 3 برابر. 1 شده 6، 6 برابر، پس 6 تا 12 تا. ببینید پس 15 و 2 17 و 12 میشه جمع 29 و 6x. این آقا ببینید یه نمونه سوال، اینا میگن کاربرد عبارت های گویا در حل مسئله. یا مثلا مستطیل، ببینید 3 تا شکل برای تو میکشید. این مستطیل طولش 5 تقسیم بر x به علاوه 2. آقا میخوام مثلا مساحت مستطیل چقدره؟ مساحت مستطیل که دو دست کن آقا، طول ضرب در عرض، مساحت میخوام ببینید ضرب عبارت های گویا. ببینید طول ضرب در ضرب 5 تا 25 تا x به علاوه 2، نه x به علاوه 2. ببینید اتحاده مزدوج، اتحاده چیشی مزدوج؟ x به 2 میلای 4. این هم میشه چیشی آقا؟ مساحت. این دوتا یه نمونه دیگه رو کافیه. مثلا زوزن هم بکشید باز فرقی نمی کنه. فرمول محیط یا مساحت ها بلد باشید میتونید چکار کنید؟ جاگذاری کنید. مثلا زوزن هم یه قائم الضابیه باشه یا قائم الضابیه نباشه فرقی نمی کنه. 2x 8x 3 تقسیم بر 2x. باز ما چی میخوایم آقا؟ مساحت زوزنقه میخوایم. مساحت زوزنقه، مساحت زوزنقه عبارت از مجموع دو قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. ببینید 2x به علاوه 3 تقسیم بر 2x مجموع دو قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر چیشی آقا؟ 2. مجموع دو قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر چیشی آقا؟ 2. خب این فرمولش. حالا میگیم عملش در داخل پرانتز باید مخرج مشترک بگیرم، پس میشه چیشی آقا؟ 2. چون برای بخش پذیره ضریب نداریم. 1 شد 1x شده 2x، در 2 ضرب شده 2 تا 4. 2x تغییر نکرده پس صورت هم تغییری نمی کنه. ضرب در 8x تقسیم بر 2، باز داخل پرانتز ببینید 4 و 3 7 2x، ضرب در 8x تقسیم بر چند بار 2. باز اینجا ساده شده، ببینید x ها با x ها 2 به 2 1، 8 به 2 4، میشه 28 دوم، میشه 14. این هم میشه مساحت چشه آقا زوزن هم. این هم 3 تا دونه مثال یادآوری کردیم. حالا صفحه 122 و 123 چند تا دونه شکلهای متفاوت کشیده زمان بکشید، اینا رو حل میکنید برای جلسه آینده. آخر قسمت که امروز کافیه تقسیم عبارتهای گویا. این هم 3 تا دونه مثال کاربرد قسمت آخر. تقسیم عبارتهای گویا، تقسیم عبارتهای گویا مهم ها 3 حالت اتفاق میفته. امروز 2 حالتش را یادآوری میکنیم چون قسمت سومش یکم مشکله و باید خیلی دقت کنید برای که شلوغ نشه و بتونید سریع انجام بدید. امروز
حالت اول و دومش رو بیشتر نمیدونیم. خب یک حالت اول، یک جمله بر یک جمله. مثلا ببینا 8x به توانسی تقسیم بر منهای 2x به توان 2. ببینید اینا میگن یک جمله بر یک جمله. هر زنیم ما 8 تقسیم بر 4، 8 تقسیم بر 2 میشه 4، مثبت در منفی منفی. x به توان 3 یعنی 3 بار، x به توان 2 یعنی 2 بار. دو تا که از 3 تا بار داریم چی باقی میاد؟ با x. اینا میگن یک جمله بر یک جمله. باز یکی دیگه ببینید، منفی 18 تا x به توان 3 y به توان 2 ده x y به توان 5. باز ببینید شروع میکنیم، بر 2 منفی در مثبت منفی، 18 بر 2 میشه 9، 10 بر 2 5. ببینید x به توان 3 یعنی 3 بار نوشتن، یکیش که بردارم میشه x به توان 2، y به توان 2 یعنی 2 بار، y به توان 5 یعنی 5 بار. 5 بار دو تاش که بردارم 3 تا. اگر توان مخرج بیشتر بود زیادی را در داخل مخرج بنویسید، اگر توان صورت بیشتر بود زیادی را در صورت بنویسید، هیچ فرقی نداره. ببینید 42 تا A به توان 7، B به توان 3، C به توان 4 تقسیم بر 7 تا A به توان 2، B به توان 5، C به توان 8. شروع میکنیم، این هم سه تا مثال. این آقا 42 بر 7 بخش پذیره. ببینید 42 بر 7 میشه 6. حروف ها A با A، A به توان بده 7 بار، دو تاشاره 5 تا. چون توان صورت بیشتره زیادی را در صورت نیست. بیا با هم ببینید توان مخرج بیشتره، چند تا بیشتره؟ دو تا بیشتره. B به توان 2، سیا را دقت کنیم، سی به توان 4، سی به توان 5. توان مخرج بیشتره، چند تا بیشتره؟ 4 تا میشه سی به توان 4. این هم آقا تقسیم یک جمله بر یک جمله. آخرین قسمت به دیگه کافیه، تقسیم چند جمله بر یک جمله. تقسیم چند جمله بر چه شما؟ یک جمله. تقسیم چند جمله بر یک جمله. باز یه مثال، دو سه تا من جا یاد داشت کردم. ببینید 5x به توان 3، 10x به توان 2 به علاوه 20x تقسیم بر 5x. اینا میگن چند جمله بر یک جمله. روش اینه که اول برید بازش کنید، در اصل مخرج مشترک گرفته، 5x مانه هر تک تک اینا باز کردن ببینید میشه 5x به توان 3 تقسیم بر 5x، منهای 10x به توان 2 5x به علاوه ببینید 20x تقسیم بر 5. پس چیکارش میکنیم؟ اول ما بازش میکنیم، الان به صورت سه تا یک جمله بر یک جمله چه چیز آقا نوشته شد. حالا شروع میکنیم تقسیم کردن، 5 و 5 حذف میشه، x به توان 3 xش برداریم میشه x به توان 10، تقسیم بر 5 میشه 2، x به توان xش برداریم x خالی، 20 تقسیم بر 5 میشه چیش آقا 4، x و x هم حذف میشه. این هم میگن تقسیم چند جمله بر یک جمله. باز یکی دیگه، اگر بخش پذیر نبود به صورت تقسیم می‌نویسید، 18 تا A به توان 3، 24 تا A به توان 2، 12 A تقسیم بر چشه ها منهای 3 A. باز ببینید این هم میگن چند جمله بر یک جمله. اول دونه دونه چه کارش میکنیم آقا؟ بازش میکنیم. ببینید دونه دونه صورت هم بر منهای 3 A تقسیم، 18 تا A به توان 3 بر منهای 3 A، منهای ببینید
24 تا آب دواندو بر مینای سیاه به علاوه 12 تا آب بر مینای سیاه. حالا ساده شده میگیم هیچ تقسیم بر سه میشه چند آقا شش مثبت در منفی منفی آب دوان سه آیش بردارم آب دوان مینا در مین ها بی اضافه 24 بر سه میشه 8 آب دوان و آیش بردارم آی خالی مثبت در منفی منفی 12 تقسیم بر سه میشه 4 آب آب هست میشه 6 تا آب دوان دو به علاوه 8 آب منای چشه آقا چهار. این هم دو تا مثال تقسیم یک جمله بر یک جمله. سومین قسمت که جلسه بعد میگیم تقسیم چند جمله بر چند جمله. پس امروز دیگه کافیه زحمت بکشید و درسمون باشه تا وسط صفحه 127 تقسیم چند جمله بر چند جمله. پس آقایون برای جلسه آینده صفحه 122, 123, 124, 125 را عمل کنید. پس درس مطابق وسط صفحه 127 تقسیم چند جمله بر چند جمله. امیدواریم که مطالب امروز به تمرینایی که حل شده قابل فهم بوده باشه و قبلا خودتون حل کردید و کنترل کردید. معید و موفق و پیروز باشید. بسلام.